از زمان آغاز روند آزادسازی طالبان از زندانهای حکومت تا کنون 13 طالب در هرات بر اساس فرمان رئیس جمهوری رها شدند. 3 زندانی طالب در سوم عید فطر و 10 تن دیگر هم دیروز رها گردیدند. اکنون شورای ولایتی هرات با نگرانی از بدتر شدن اوضاع امنیتی به ویژه افزایش تحرکات طالبان بالای برخی ولسوالی ها میگوید که هیچ تضمینی وجود ندارد تا طالبان رها شده مجددا در میدان های جنگ بر رویارویی با نیروهای امنیتی نپردازند. هیچ تعهد وجود ندارد که دوباره به جنگ نره، چون بی راحتی که زمان کنا گرفته شده، بی راحتی که دوباره آزاد میشه و هیچ تعهدی هم از نو گرفته نشده، پس دیگه جای شک هم وجود نداره. پس دوباره بم سنگر برم و در مقابل همین دولت دوباره استاده میشه. منابع در ریاست سارانوالی امنیت ملی هرات آمار مجموعی طالبان محبوس در زندان هرات را 230 نفر میگویند که با رهایی 10 نفر تازه شمار آزاد شدگان این گروه به 13 تن رسید. امور د دوار جانب څخه دغه غواړه چې په افغانستان کې سولې ته زمینه برابر کړي، ترڅو چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسی او ګرد خلک په امن کې ژوند وکړي. ما یه درخواست داریم از همه جنا که در افغانستان اگر امی در چوکات شریعت اسلامی بیه. پس از افزایش حملات در ماه رمضان، به ویژه حمله بر یک زایشگاه در غرب کابل و همچنین حمله بر مراسم تشییع جنازه یک فرمانده پلیس محلی در ننگرهار، روند آزادسازی طالبان را با سکتگی روبرو کرد و رئیس جمهور غنی در واکنش به این حملات این روند را معطل قرار داد که در روزهای عید دوباره اثر گرفته شد. برخی از نظامیان پیشین میگویند حکومت باید برای مدیریت اوضاع در کنار آزادسازی طالبان از زندانهای کشور در میدانهای نبرد نیز باید از سیاست نرم خویی بگذرد. وقتی که دشمن در مابین شهر ما می حمله میکنه، این مدافع به درد هیچ کس نمیخوره، باید حالت تعرضی رو بگیره، باید نیروهای کشفی استخباراتی رو خود وادار بکنه تا دشمن پیدا بکنه و بالاخره عملات باسقین رو نابود بکنه. عملیات شبانه رو باید ادامه بده نیروهای کماندهی. این یگانه موفقیت است که ما میتونیم دشمن اگر موقعی دادیم و هنوز پیش آمده میتونه. از سوی دیگر والی هرات آزادسازی زندانیان طالب را از زندانهای حکومت به نمایش گذاشتن اراده واقعی برای تأمین صلح دائمی در کشور میداند. پس رهبری گروه طالبان نیز میخواهد تا همانند حکومت تعهد و پایبندیشان را برای برقراری صلح دائمی در کشور به مردم نشان داده و دست از خشونت بردارند. دولت ما تمام آنچه که لازم بوده و کمک میکرده پروسه صلح انجام داده، حالا نوبت طرف مقابل است که انعطاف خود نشان بده و روند با سرعت بیشتر پیش بره. بر اساس آمار رسمی تا اکنون حکومت نزدیک به 2000 زندانی طالب را آزاد ساخته است. آمارهای نشر شده طالبان هم نشان میدهد که این گروه 300 تن از افراد حکومت را آزاد ساختند، هرچند که دولت گفته است بیشتر آزاد شدگان از این گروه غیر نظامی هستند.